برای گفتگوی بیشتر درباره محورهای صحبت‌های این استاد دانشگاه همراه هستیم با سعید پیوندی جامعه شناس استاد دانشگاه از پاریس آقای پیوندی چه نکاتی در سخنان آقای قادری در ارزیابی جامعه ایران به مرگ رئیسی برای شما بیشتر قابل تأمل و توجه بود من فکر کنم البته حرف‌های آقای قادری رو با در ارتباط با بحث آقای عبدالکریمی میرم دید یعنی آقای در این بحث در حقیقت از چیزی به نام گفتمان انقلاب در واقع صحبت میکنه و دفاع میکنه و تلاش میکنه که تا به نوعی در واقع با اینکه خودش انتقاد داره ولی حاکمیت کنونی رو برابر با گفتمان انقلاب بگیره و آقای قادری در پاسخ به ایشونه که تلاش میکنه مستاقهای وضعیت کنونی جامعه ایران شکافهای عظیمی که در جامعه ایران هست و جمله درک اینی که چرا مردم در جریان مرگ آقای رئیسی بخش مهمی از مردم واکنش برای مثال ازاداری نداشتند یا خوشحالی کردن این را توضیح بده و باز بکنه این مسئله رو که این کینه و این شکافی که بین جامعه ایران و حکومتش دلایلش چیه هم دلایل عینیش و هم دلایل ذهنیش آقای پیوندی آقای قادری میگن که حکومت ولایت فقیهی نه نماینده اسلام نه نماینده ایران و نه پشتوانه مردمی داره و البته از شکل نگرفتن گفتگو در ایران هم میگه ارزیبی شما رو درباره این قسمت از صحبت‌های آقای قادری بشنویم من فکر کنم آقای قادری تا حدود زیادی خلاصه میکنه تمام اون آسیب ها و مسائل مهمی که در جامعه ایران در طول چند دهه گذشته به وجود اومدن و اون چیزی که به نظر من در حرفایشون مهمه اینه که برخلاف آقای عبدالکریمی که تلاش میکنه که اپوزیسیون و روشنفکرا رو مقصر جلوه بده هم سو با حکومت یعنی هم از حکومت انتقاد بکنه و هم از روشن فکران و اپوزیسیون آقای قادری به درستی انگشت میذاره به این کسی که شلاق دستشه و کسی که داره حکمرانی میکنه سلطه داره زور میگه کتک میزنه اعدام میکنه زندان میندازه تصمیمات اقتصادی نادرست میگیره سیاست خارجیش نادرسته یعنی به تمام این زمینه ها به درستی به نظر من انگشت میذاره برای اینکه مسئولیت اصلی اتفاقاتی که در ایران افتاده را متوجه کسانی بکنه که به صورت انحصاری حکومت رو در دست دارن و نه به جامعه گوش میکنن نه کاری به جامعه دارن و نه مسئولیت کارهایی که دارن رو قبول میکنن به این ترتیب میشه گفتش که در واقع این مناظره بسیار مهمیه از یه طرف در واقع یه همکار ما که تلاش میکنه که به نوعی توجیه بکنه و تخفیف بده در واقع تقصیرهای حاکمیت و گناه را متوجه جامعه یا روشنفکران بکنه و همکار دیگه ای که تلاش میکنه به نظر من با های بسیار روشن نشون بده که چرا در اتفاقی که در ایران افتاده مردم روشن بیشتر قربانی هستند تا اینی که در واقع مقصر در اتفاقاتی که در ایران افتاده و این بحث فکر میکنم بحث بسیار مهم بحث طولانی و بسیار مهمیه که جنبه های بسیاری درش مطرح میشه از جمله سیاست خارجی ایران آقای عبدالکرمی تلاش میکنه بگه, بگه که در حقیقت دخالت ما در منطقه دخالت ما در سوریه یا وجود نیروهای نیابتی نشانه قدرت ایرانه در حالی که آقای قادری تراش میکنه به که نشانه های قدرت یک کشور اینه که رهبران رح، تا در, در دل جامعه جای دارن اقتصادش تا چند شکوفا وضعیت فقر بیکاری مهاجرت اینا در چاره قدرت واقعی یک کشور به این چیزا برمیگرده و نه به اینی که ما برای مثال تونستیم به اسرائیل حمله بکنیم های پیوندی نکته ای که در صحبت های آقای قادری بسیار قابل تعمل بود این تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم هست این بود از صحبت هایشون رو چطور دیدید؟ من فکر کنم بود بسیار اساسیه یعنی در حقیقت درک اینه که امروز در جامعه ایران چه میگذره چرا مردم برای مثال برای مرگ آقای خوش رئیسی همگی ازاداری نمی‌کنن یا چرا در واقع برای مثال در حمله به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران بخش مهمی از افکار عمومی ایران در کنار در واقع حکومت قرار نمیگیره و یا اینی که چرا در واقع مردم در انتخابات شرکت نمیکنن یا روی خوشی به حکومت نشون نمیدن این قهر بودن جامعه رو تلاش میکنه که باز بکنه ابعاد اقتصادیش نشون بده ابعاد دینیش نشون بده ابعاد اجتماعیش نشون بده ابعاد سیاسی نبودن آزادی ها بی احترامی به حرمت انسانی به حرمت زنان یعنی تمام اون جنبه های مختلف و به نظر من ایشون خیلی خوب موفق میشه باز بکنه و نشون بده این شکاف های عمیقی که در جامعه ایران وجود داره حاصل مستقیم حکومتیه که در واقع به قول خودش کر هست و توانایی شنیدن حرف ها صداهای مردم رو نداره و نمیخواد به خصوص مسئولیت پذیر باشه در مقابل سیاست های نادرستی که داره و نمیخواد قدرت در قدرت هیچ کس رو سهیم بکنه و همه را در واقع ترد میکنه کنار میگذاره و قدرت رو میخواد به طور انحصاری در اختیار داشته باشه حتی موقعی که انتخابات میذاره انتخاباتیه که مهندسی شده است برای اینکه کسانی که انتخاب میشن از اطرافیان و از نزدیکان خودش باشن و نیروهای خیر خودی انتخاب نشن برندجه اینها نمیتونن نماینده واقعی جامعه ایران باشن سپاسگزارم از شما سعید پیوندی جامعه شناس استاد دانشگاه از پاریس